مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ما همراه شد. آقای محمدی، دعوت از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ حاوی چه پیامی برای جمهوری اسلامی؟ خب اولین پیامش این هست که سیاست تحریم، انزوا و مهار رو که مخالفان جمهوری اسلامی در طی 4-5 ماه گذشته دنبال کردن، این یک موفقیت هست. اینکه مقامات رسمی جمهوری اسلامی به این کنفرانس دعوت نشدند یک مرحله است از انزوای جمهوری اسلامی. اونها یکی از تریبون‌هاشون رو برای ابراز نظر، برای تماس گرفتن با مقامات دیگر کشورها، این تریبون رو از دست دادند. پیام دومش این هست که روسیه و جمهوری اسلامی که این روزها کاملا در ماجرای اوکراین به هم نزدیک شدند، اینها دو معضل بزرگ امنیتی برای اروپا هستند و این دو معضل امروز کاملا به رسمیت شناخته شده. خب از زبان مقامات اروپایی ما همیشه میشنویم که تنها مسیری که وجود داره مسیر برجام هست، روابط سیاسیشون رو اینها نگه داشتند، اما چنین کنفرانس هایی و چنین عدم دعوت هایی کاملا نشون میده که مقامات اروپایی در عین اون داستان تلاش برای ادامه مذاکرات متوجه هستند که امروز معضل امنیتی اروپا روسیه و نظام حاکم بر ایران هست. خب آقای محمدی، حضور افرادی مثل مسیح علی‌نژاد و شاهزاده رضا پهلوی چه کمکی میتونه بکنه به جنبش انقلابی و اعتراضات در ایران؟ ببینید، از دو جهت میتونه کمک کنه. یک جهتش این هست که خب اینها چهره های نمادین این حرکت هستند. آقای شاهزاده رضا پهلوی خب بسیاری از مردم از ایشون حمایت میکنند، بهشون وکالت دادند. خانم علی نژاد هم یک فرد فعال سیاسی است که در طی این جنبش و قبل از اون در ماجرای حجاب بسیار فعال بوده. اینها چهره های شناخته شده برای مردم هستند و حضورشون در این کنفرانس برای معترضان قوت قلب هست. اما در کنار این دو خواسته مهم هم توسط مردم در سراسر دنیا عرضه شده، یک توقف مذاکرات برجام و دو قطع روابط سیاسی و بیرون کردن سفرای جمهوری اسلامی. این دو مسئله رو این دو نفری که شرکت می کنند، به نظر من مسئولیتی که الان بر عهده دارند این هست که به خوبی به افراد شرکت کننده در این کنفرانس نشون بدن که هر دو مسئله به نفع امنیت اروپاست، به نفع امنیت اروپاست که مذاکرات برجام متوقف بشه و به نفع اروپاست که مجموعه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی رو از کشورهای اروپایی بیرون کنن، چون اینها غیر از تروریسم، غیر از یاغیگری، گروگانگیری و گسترش طلبی در سراسر دنیا هیچ برنامه‌ای رو دنبال نمی‌کنن. البته آقای ظریف در دوره‌های گذشته همیشه در این کنفرانس‌ها شرکت کرده، سال گذشته آقای امیر عبداللهیان هم شرکت کردند. اینها در زبان رسمی معمولا حرفشون این هست که ما دنبال چند جانبه گرایی هستیم، اما جمهوری اسلامی اصولا به دنبال دیپلماسی امنیتی نیست. اینها تلاششون این هست که در میدان حضور داشته باشند، در جنگ، در مناطقی که تضاد هست، آتش افروزی هست و دیپلماسی در واقع دنباله میدان هست براشون. بسیار متشکرم از شما مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی.